در این درس میخوام یک کلیپ تبلیغاتی برای معرفی محصولات با تکنیک شیپ توین و تریدی روتیشن ایجاد کنم. در کادر شروع نرم افزار بر روی گزینه تمپلیت کلیک میکنم. از کادر محاوره باز شده گزینه ادورتایزینگ رو انتخاب میکنم در قسمت کاتگوری. در کادر تمپلیت گزینه لارج رکتنگل یعنی ابعاد 336 در 280 پیکسل رو انتخاب میکنم. بر روی دکمه اوکی کلیک میکنم. فایل های الگو یا تمپلیت فایل های از پیش آماده ای هستند که با توجه به نوع استفاده مطابق با استانداردهای رایج از پیش طراحی شدن. حالا نام لایه رو به متن تغییر میدم. دوباره کلیک میکنم بر روی نام لایه و با تایپ تکست نام جدید رو برای اون وارد میکنم. کلید اینتر رو برای تثبیت اون میزنم. در فریم اول با استفاده از ابزار تایپ و انتخاب رنگ مشکی برای متن مورد نظر در داخل استیج عبارت ادورتایزینگ رو تایپ میکنم. با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل A کل متن رو انتخاب میکنم و کمی اندازه فونت رو کاهش میدم. مثلا مقدار 40 رو وارد میکنم. با زدن کلید اینتر اون رو تایید میکنم. میتونم در قسمت فامیلی نوع فونت و در قسمت استایل سبک اون رو تغییر بدم. اما من با همون فونت تایمز نیو رومن با سبک بولد کار میکنم. فریم شماره 40 رو انتخاب میکنم. با زدن کلید F6 یک فریم کلیدی در این فریم ایجاد میکنم. در فریم شماره 1 متن انتخابی رو در مرکز استیج قرار میدم. برای این منظور پانل الاین رو باز میکنم. اگر پانل الاین رو در این قسمت نداشتم میتونم اون رو از منوی ویندو فراخونی کنم. همچنین میتونم از کلیدهای ترکیبی کنترل کا برای فعال کردن پانل الاین استفاده کنم. در حالی که گزینه الاین تو استیج تیک خورده، در قسمت الاین گزینه الاین اوریزونتال سنتر و الاین ورتیکال سنتر رو برای قرار دادن متن در مرکز استیج انتخاب میکنم. حالا فریم شماره 40 رو انتخاب میکنم. متن تایپ شده در فریم شماره 40 همون متنی هستش که در فریم شماره 1 قرار گرفته. با زدن کلید دیلیت اون رو حذف میکنم. در این فریم متن جدیدی رو جایگزین میکنم. در حالی که ابزار تکست فعال هست بر روی استیج کلیک میکنم. این بار ادوبی فلش رو تایپ میکنم. با استفاده از ابزار سلکشن متن انتخابی رو در مرکز استیج تراز میکنم. پانل الاین رو باز میکنم و گزینه های الاین هوریزونتال سنتر و الاین ورتیکال سنتر رو میزنم. در یکی از فریم های میانی بین 1 تا 40 کلیک راست میکنم. فرمان کرییت شیپ تو این رو انتخاب میکنم. همطور که ملاحظه میکنید این فرمان در حال حاضر غیر فعال هست. برای اینکه این فرمان برای متن فعال بشه بایستی متن رو با فرمان بریک پارت به اجزای تشکیل دهندش تقسیم کنم. بنابراین بر روی فریم 1 کلیک میکنم. از منوی مادیفای دوبار فرمان بریک پارت رو اجرا میکنم. میتونم از کلیدهای میانبر کنترل B استفاده کنم. بنابراین با زدن دوبار کلیدهای ترکیبی کنترل B متن رو به اجزای تشکیل دهندش تقسیم میکنم. فریم شماره 40 رو انتخاب میکنم. در اینجا هم با زدن دوبار کلیدهای ترکیبی کنترل B متن رو به اجزای تشکیل دهندش تجزیه میکنم. حالا برای یکی از فریم های میانی کلیک راست میکنم. فرمان کرییت شیپ تو این فعال هست. میتونم اون رو انتخاب کنم. با انتخاب این فرمان رنگ فریم های 1 تا 40 سبز رنگ میشه و یک فلش از فریم شماره 1 به شماره 40 کشیده میشه. حالا با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل اینتر انیمیشن رو تست میکنم. همونطور که مشاهده میکنید متن اول به تدریج به متن دوم تبدیل میشه. اگر میخواین این کار نرمتر انجام بشه میتونیم از این روش استفاده کنیم. بر روی دکمه کلوز فلش پلیر کلیک میکنم تا اون رو ببندم. فریم اول رو انتخاب میکنم. از منوی مادیفای زیر منوی شیپ فرمان Add Shape Hint رو انتخاب میکنم. یک دایره با رنگ قرمز که حرف A داخل اون نوشته شده ظاهر میشه. به این نقطه یا به این دایره نقطه کنترلی گفته میشه. در فریم اول نقطه کنترلی رو در این قسمت قرار میدم. حالا فریم شماره 40 رو انتخاب میکنم.
در این فریم هم نقطه کنترلی رو در این قسمت قرار میدم. همونطور که مشاهده میکنید، رنگ نقطه کنترلی از رنگ قرمز به سبز تغییر میکنه. انجام این کار باعث میشه که این دو نقطه در فریم های مشخص شده 1 و 40 به یکدیگر تبدیل بشن. حالا شما میتونید هر تعدادی که مایل بودید نقاط کنترلی رو اضافه کنید. میتونم با زدن کلید های ترکیبی کنترل اینتر انیمیشن رو تست کنم. همچنین میتونم در پنل پراپرتیز در قسمت FPS سرعت اجرای فریم ها رو از 24 به 12 کاهش بدم. با زدن کلید های ترکیبی کنترل اینتر مجدد انیمیشن رو تست میکنم. مشاهده میکنید که سرعت اجرای فریم ها کمتر شد. حالا در این قسمت قصد دارم با استفاده از ابزار 3D روتیشن یک چرخش حول محور عمودی ایجاد کنم. بنابراین لایه‌ای به نام پیک بالای لایه متن یا تکست ایجاد می کنم. برای ایجاد لایه جدید بر روی آیکون نیو لایر در پایین نوار تایملاین کلیک می کنم. بر روی نام لایه دوبار کلیک می کنم و نام اون رو به پیک تغییر می دم. با زدن کلید اینتر نام رو تثبیت می کنم. حالا یه تصویر رو وارد استیج می کنم. برای این منظور از منوی فایل، زیر منوی ایمپورت، فرمان ایمپورت تو استیج رو اجرا می کنم. می تونم از کلیدهای ترکیبی کنترل آر هم استفاده کنم. پس از باز شدن کادر محاوره ایمپورت در مسیر مشخص شده، تصویر مورد نظر رو انتخاب می کنم. برای دکمه اوپن کلیک می کنم. برای تنظیم دقیق ابعاد تصویر میتونیم در پانل پراپرتیز اندازه طول و ارتفاع رو تنظیم کنیم. برای این منظور با استفاده از ابزار سلکشن بر روی تصویر کلیک میکنم تا در پانل پراپرتیز به گزینه‌های ویدث اند هایت دسترسی داشته باشم. برای اینکه ابعاد تصویر متناسب تغییر کنه بر روی آیکون Lock Width and Height Values Together کلیک میکنم. این کار باعث میشه که ابعاد متناسب با هم تغییر کنه و با یک تناسب شکل بزرگ و کوچیک بشه. مقدار 200 رو در کادر ویدث وارد میکنم. حالا تصویر رو در مرکز استیج تراز میکنم. پانل Align رو باز میکنم و بر روی گزینه های Align Horizontal Center و Align Vertical Center کلیک میکنم. حالا باید تصویر رو به یک سیمبل از نوع مووی کلیپ تبدیل کنم. برای این منظور با انتخاب تصویر از منوی مادیفای فرمان کانورت تو سیمبل رو انتخاب می کنم یا کلید F8 رو می زنم. در کادر محاوره کانورت تو سیمبل نام سمبل مورد نظر رو وارد می کنم. مثلا من در اینجا پیک وان رو وارد می کنم. در قسمت تایپ نوع سمبل رو بر روی مووی کلیپ قرار می دم. بر روی دکمه اوکی کلیک می کنم. حالا فریم شماره 20 رو انتخاب می کنم. با زدن کلید F7 یک فریم کلیدی خالی درج می کنم. بر روی یکی از فریم های 1 تا 20 کلیک راست کرده و از منوی میانبر ظاهر شده فرمان Create Motion Twin رو انتخاب می کنم. فریم 5 رو در لایه تصویر انتخاب می کنم و بر روی تصویر موجود در استیج کلیک می کنم. ابزار 3D Rotation رو از لیست ابزارها انتخاب می کنم. با استفاده از این ابزار می تونید شکل رو حول سه محور X و Y و Z جابجا بکنید و دوران بدید. همونطور که مشاهده می کنید، دو دایره به همراه یک قطر افقی و عمودی به شکل افزوده می شه. هر یک از این دایره ها و قطرها مربوط به یکی از محورها هستند و با جابجایی اونها شکل نیز حول اون محور جابجا می شه. اشارگر ماوس رو به قطر افقی نزدیک می کنم. دکمه ماوس رو پایین نگه می دارم و به سمت بالا جابجا می کنم. این کار باعث می شه که تصویر کمی دوران پیدا کنه. حالا فریم شماره 10 رو انتخاب می کنم. دوباره اشارگر ماوس رو به محور افقی نزدیک می کنم و دوران بیشتری رو تعریف می کنم. به همین ترتیب در فریم شماره 15 هم این کار رو تکرار می کنم. حالا فریم شماره 20 رو انتخاب میکنم و یک تصویر دیگر رو در این فریم قرار میدم. به منوی فایل میرم، از زیر منوی ایمپورت فرمان ایمپورت تو استیج رو اجرا میکنم. تصویر مورد نظر رو انتخاب میکنم. با انتخاب تصویر با استفاده از ابزار سلکشن در پانل پراپرتیز ابعاد مورد نظر رو وارد میکنم. با استفاده از پانل الاین تصویر رو در مرکز استیج قرار میدم.
این تصویر رو هم با زدن دکمه F8 به یک سیمبل تبدیل می کنم. نام سیمبل رو پیک 2 می زارم. نوع سیمبل رو مووی کلیپ انتخاب می کنم، سپس بر روی دکمه اوکی کلیک می کنم. بر روی یکی از فریم های میانی کلیک راست می کنم و فرمان کریت موشن تو این رو اجرا می کنم. حالا میتونم مشابه تصویر قبلی در فریم های مورد نظر با استفاده از ابزار 3D روتیشن برای این تصویر هم چرخش تعریف کنم. این بار میتونم چرخش تصویر رو حول محور افقی تعریف کنم. به ترتیب در فریم های مختلف میتونم تصویر رو دوران بدم. با زدن کلیدهای کنترل اینتر انیمیشن رو تست میکنم.